به نسلی نسلیخ دوستان عزیز شلوم یکی از میسواهای خیلی مهمی که برخی از دوستان از اون خبر ندارن و خیلی خوب هست که در موردش صحبت کنیم و به میسواهایی که بلد شدیم اضافه کنیم میسوای حلوایا هست حلوایه لعوریخ یعنی موقعی که یک مهمون داریم مهمونهایی در خونمون هستن و برنامه تموم میشه حالا یه شب شبات از هر موقع و ما اینا رو همراهی میکنیم خیلی خوب هست که تا چند قدم اینها رو از خونه که میان بیرون از خونهمون که میان بیرون اونها رو همراهی کنیم ببینیم ریشه از کجاست در توراته این در سفر دواریم پاراشای شفتیم مینویسه که این ماسه خلال با اداما موقعی که یک لاشه انسان پیدا میشه روی زمین اون زمینی که خداوند داده به تو و نمیدونی اون رو کی کشته باید بوده پیران شربیان اونجا یک اندازگیری کنن ببینن به چه شهری نزدیک هست و اون افراد اون شهر باید بوده بیان اونجا و یک سری مراسم رو انجام بدن یک گاوی رو بیارن خونش رو اونجا بریزن و به حشم بگن, بگن هشم, از گناه ما صرف نظر کن ما باعث و بانی کشته شدن این نبودیم یعنی ما قاتل نیستیم خخامیم در پشت این مسئله میفرمان که چرا اینا باید بیان بگن و ما باعث و بانی نیستیم مگر کسی میگه ملت ملت ما آدم کش هست بلکه میفرمان ما وظیفمون بوده این رو همراهی کنیم باید بود بهش غذا بدیم آب بدیم که تو را داشته باشه و ممکنه که چون ما با این همراهی نکردیم بهش غذا ندادیم آزوقه ندادیم این هم وسط را از گرسنگی یا از تشنگی کشته شده پس ریشه از اینجاست و در حلاخا میفرماد میسوال لبوت تا ارخیم آدم باید بیاد به حلوا کنه همراهی کنه میمون ها رو موقع که از خونش میان بیرون و باشون بره و هر چقدر که بیشتر با اینا بره میسواش بیشتر هست و این میسوا حتی از میسوایی که آدم مهمون دعوت کنه بالاتر هست طبقه بسیاری از خخامی میفرمان در سفر دیوره الیاهو نویسه که یک فردی بوده که خیلی ثروتمند بوده و این همیشه خونش باز بوده برای مردم همه می اومدن و در خونه این غذا می خوردن هر کی از بیرون شهر مسافر بوده می اومده و در خونه این غذا می خورده. در آخر متاسفانه در آخر زندگیش خونه این میسوزه و تمام زندگیش از بین میره. موقعی که اومدن از هارا و گون نا پرسیدن گفتن این اینقدر میسوای حقناست ارخیم انجام داده مهمان نوازی کرده چطور شدی که این میسواها نتونستن برای این ماگنش باشن و سپرش باشن جواب داد گفت که ببینید میسوای حقناست ارخیم سه تا چیز هست مثل ابراهام آوینو اشل اشل یعنی اخیلا شتیا لوایا این راشه تبوتش هست یعنی که آدم بعد بیاره مهمور رو تو خونش بهش غذا بده بهش نوشیدنی بده و همچنین میسوای لوایا یعنی که باهاش همراهی کنه و بره بیرون و چون که این طرف فقط دو تا چیز رو انجام داد از اشل آلف و شین و لامت این دو تاش رو انجام داد اخیلا شتیا بهشون غذا داد بهشون آب داد میشه چی؟ اش اشل لامش رو لوایاش رو انجام نداد چی موند اش آتش و متاسفانه به خاطر همین این میسوا رو چون کامل انجام نده بود نتونست ماگن این باشه این فرقی نمیکنه افرادی که مهمون میشن چه افرادی هستن که در اون شهر زندگی میکنن یا اینکه در شهر دیگه هستن آدم باید با اینها همراهی کنه و لوایاشون کنه خخامی می نویسن می شن و ملبت خبرو کسی که همراهی نمیکنه رفیقش که ایلو شفخ دامیم مانند که خون ریزی کرده و اگر همراهیش کنه سگولاش این هست اون رفیقی رو که داره بدرقه میکنه مطمئن باشه که هیچ گزندی به این نمیرسه. حالا درگ مارای سوتا داف مم واف عمود بت آمر رویود آمر رف رویودا از جانب رف میفرماد کل همال بت خبرو اربع عمود بایر هر کس که همراهی میکنه رفیقش رو چهار اما یعنی دو متر اینو نیزوک اون کسی که بدرق شده انگار که یک ملاخ برای این درست شده و و هیچ ضرری نمیبینه هیچ آسیبی نمیبینه اینجا هست که ما یک داستان هست در مورد الیشا الیشا هنناوی که این از شهر یری خوداش می اومد بیرون مردم اون رو بدرقه نکردن یه سری بچه ها بودن که موقعی که الیشا هنناوی رو دیدن مسخرش کردن از اینکه که الیشا هنناوی مو نداشت و اینها بهش, میگفتند، ای کچل بیا برو ای کچل بیا برو مسخرش میکردن و این ناراحت شد از حرف اینها و طبق یک عقیده نفرینشون کرد و همون موقع خرس ها اومدن و این بچه ها رو کشتن میفرمان خخامیم اگر مردم اون شهر الیشا رو بدرقه کرده بودن هیچ وقت این بچه ها جلو اینقدر آدم روشون رو نمیشد این حرف ها بزنن و این اتفاق نمیافتاد پس از اینجاست که میفرمان خخامیم چقدر مهمه که آدم رفقا هر کس که مهمون میشه بدرقه کنه ربانیم و افرادی که بنی تورا هستن اون که دیگه جای خود داره که آدم همیشه نذاره اینها تنها تو خیابون را برن همیشه باشون باشه تا در خونه حتی اگر میتونه که اون دیگه یک میسوای خیلی بزرگی هست ولی کلا در سفر لشیخن و تیدرشو خلق اول میاره از خخامیم بزرگ که دلیل این چی هست یعنی موقعی که ما یک نفر رو دو متر از در خونه همراهی میکنیم چه کار انجام میدیم اینجا میفرماد که موقعی که مهمون میاد خونه آدم و خب میشینه غذا میخوره مشروب میخوره هر چیزی که هست همه مهمون ها نزدیک آدم نیستن شاید یه غریبه است این غریبه الان پیش خودش چی فکر میکنه میگه شاید واقعا این صاحب خونه از من ناراحته مثلا اگر بچه های من یه مقدار گوشت بیشتر میخورن یا نون بیشتر بر میدارن من نمیدونم شاید صاحب خونه خوشش نیاد شاید خانمش خوشش نمیاد شاید بازوری من رو آوردن این شک همیشه تو دلش هست واقعا راحت نیست که بدونه که غذایی که داره میخوره واقعا با براخاس و صاحب خونه واقعا دلش میخواد که این هرچی میخواد استفاده کنه یا شاید واقعا دلش میخواد از سرش رفت بشه باروخش پترانی بگه و, و خودش رو نجات بده به خاطر همین موقعی که این رو بدرقه میکنه و میاد از تو خونش بیرون این رو همراهی میکنه نشون میده که نه من به علاقه دارم یک اهوا بین ما است یک علاقه بین ما است و اینجا موقعی که آدم با چشم خوب یک نفر رو از در خونش میفرسته بیرون باعث میشه که یک ملاخ بیاد و این نفر رو بدرقه کنه و اگر نه با ناراحتی در رو میکوبه میگه بهتر راحت شدم از دست این چقدر اذیت میکرد چقدر بچه هاش اذیت میکردن بارو خشم که رفت این داره طرف رو با چشم بعد میفرسه پس این کاری که آدم میکنه و با طرف چند قدم را میره نشون دهنده این هست که با هم دوست هستن دوستش داره و این باعث اهوا میشه از به خاطر احوایی که بین اینا هست این ملاخ درست میشه همونطور که گفتیم اندازه همراهی کردن لوایا شیور نداره هر کس هر چقدر که میتونه خوبه که با مهموناش را بره یعنی هرچی بیشتر بره میسواش بیشتر هست ولی اقلا گفتیم اربع اموت یعنی دو متر کمتر دیگه درست نیست حالا اگر طرف خب دور از جون مریض هست یا پیر هست همون که مثلا از تو حال که نشستن تا در خونه که میاد خب کافیه نمیتونه ولی اگر میتونه صد در صد که این چنین کاری رو انجام بده یکی از خخامیم دیگه میفرماد موقعی که این مهمون آدم مهمون میاره تو خونهش باید بدونه که شخینا میاره تو خونهش اونهایی که مهمونداری میکنن مخصن افرادی که کسی جایی نداره بره و شب شبات هست دانش آموزهایی هستن معسلینی هستن که از شهرهای دیگه میان کسی ندارن آدم میاره خونش یا هر کسی زن بیوه ای هست هر کسی که هست آدم میاره خونش باید بدونه که شخینا رو داره میاره تو خونش و موقعی که این طرف میره شخینا هم با این میره پس واقعا ما موقعی که داریم این رو بدرقه میکنیم و همراهی میکنیم این مانند این که داریم شخینا رو با این که داره میره ما هم داریم این با اینها میریم هاراف خافسخایی میگن با وجود این که خیلی ها سبک میگیرن این مسئله رو به خاطری که متاسفانه مردم این میسوار رو انجام نمیدن ولی واقعا هیچ کس نباید خودش رو پاتور کنه از چنین میسوایی به خاطری که گفتیم همین که ما باعث میشیم به اون فردی که داره بدرقه شده آسیبی نرسه و همچنین ما میسوای اشل اخیلا شتیا و لوایا رو انجام دادیم در سفر کف خیم سیمان زین اطبت میاره میگه مثلا اگر یه نفر دوتا خیابون پایین تر خونش هست و نه راه خطرناکی هست دو تا خیابون پایین تر هم خونه هست آیا هنوز آدم باید بره گفتیم به خاطر که شخینا داره با این میره آدم چقدر خوبه که بتونه با شخینا را بره این بزرگترین زخود هست که آدم میتونه انجام بده میفرمان موقعی که ما یک نفر رو بدرقه میکنیم تا در ماشین یا در اتوبوس اه... یا هر چیزی قطار باید آدم بیسته تا اینکه اون طرف به اصطلاح اون قطار یا اون ماشین دور بشه که ما دیگه نتونیم اون رو ببینیم و بعد برگرد خونه و قبل از این چنین کاری رو انجام نده چرا که پاسوق در همین پاراشای شفتیم که خوندیم نوشته اننو لوراو یعنی ما ندیدیم یعنی تا موقعی که میتونستیم این رو ببینیم هنوز چشم, چشم به راش بودیم و نگاش می کردیم و حواسمون بهش بود و این مسئله مهمی هست مسئله جالبی که در حلاخا ذکر میکنه اگر رعوون داره همراهی میکنه شیمون رو شیمون رو داره بدرقه میکنه ولی شیمون خجالت میکشه نمیخواد که رعوون میدونه مثلا مریض هست یا پیر هست یا بچه کوچیک داره تو خونه هرچی که هست و نمیخواد مزاحمش بشه نباید بش بگه که برگرد برو خونه چرا که این باعث میشه که شخینا از دوتاشون دور بشه بلکه باید چی بش بگه بگه نمیخوام مزاحمتون بشم نمیخوام باعث زحمتتون بشم ممنونم تا همین هم که اومدید ممنون هستم باید این طوری بهش بگه مسئله بعدی که خیلی مهم هست موقعی که آدم از هر کسی از رفیق یا دوستان خانواده بچهش جدا میشه هیچ وقت نباید با گریه از همدیگه جدا بشن این سکانا هست و اگر براش سخته و ناراحت هست و میخواد گریه کنه خخامی میگن قبلش گریه کنه ولی موقعی که در اون لحظه که دارن از هم جدا میشن چنین کاری رو انجام نده این حراف کف میاره از طرف مقوبالیم هست و میدونیم که داوید و یهوناتان موقعی که خواستن از هم جدا بشن همدیگر رو در بغل گرفتن و گریه کردن و متاسفانه یهوناتان در جنگی که رفت کشته شد و دیگه داوید هم ملخ رو ندید خیلی خوب هست که آدم موقعی که میخواد دوستش رو به و بدرقه کنه بهش بگه لخ لشالوم یعنی بری که کامل و سالم برسی و این مسئله مهمی هست و خیلی خوب هست که آدم همیشه رفیقش رو اگه البته در عرض هفته هست و میخواد بدرقه کنه همیشه یک سکه یا اسکناس بگیره و روش علامت بذاره و بگه من این سکه رو میدم به تو تو شالیخ میسوا هستی موقعی که میرسی به شهری که داری میری اونجا همین رو همین سکه یا همین اسکناس رو میخوام صدقا بدی و چون که شلوخه میسوا اینو نیزاقین کسی که شالیخ میسوا میشه دیگه الان یک ملاخ خیلی قویتر همراش میاد به خاطر همین خیلی خوب هست که آدم حتما چنین چر، کاری انجام بده که طرف به سلامتی به جای خودش برسه اینجا هست که هارا پلیویس میفرمان لوایاهی میسوا کلا می لوایا کردن میسوا خیلی ساده است نه پول یادم میخواد خرج کنه نه زحمت زیادی داره دو متر با یه نفر رفتن بدرقه کردن خیلی زیادی داره و اگر نکنه اون خمورا گناه زیادی داره برای که کس که رفیقش رو همراه نمیکنه خصف شالوم اگه بلایی به سرش بیاد تقصیر این هست پس میفهماد که از میسوای هست آدم خیلی راحت میتونه انجام بده و در این کار باید آدم تا میتونه دیگران رو ترغیب و, و تشویق کنه که انجام بدن مسئله آخری که ایشون میفرمان ما چقدر میسفود داریم که آدم راحت میتونه انجام بده و نمیدونه چه مزدی داره و اگر آدم بیاد این میسواها رو ایادت مریض کردن یا کسی که خصف شالم کسیش فوت کرده آدم میره و نخاما بهشون میده مهم نیست میشناسه یا نمیشناسه اینها چه میسوای ساده ای هستند که اگر آدم انجام بده چقدر مزد داره تعریف میکنن که هاراف شموئل یوسف ربینوویچ ایشون یک بار اومدن در یک شیوایی شون خیلی معروف بودن یکی از شاگردان هاراف خافسخاین بودن اومدن در یک شیوا بعد در اونجا به بچه ها درس دادن سخنرانی کردن و بعد باید بود برن در جای دیگه اونجا سخنرانی کنن آدرس رو بلد نبودن یکی از بچه های شیوا گفت با من باهاتون میام ایشون رو بدرقه کرد و تا اون جایی که ایشون باید بود بره و سخنرانی کنه با اومد هاراف موقعی که اونجا رو فهمید و یاد گرفت دوباره با اون پسر برگشت اون پسر فکر کرد که خب حتما یه کیفیش جا گذاشته چیزی رو توی یشیوا جا گذاشته به خاطر همین برگشته ولی چقدر تعجب کرد که دید هاراف موقعی که این پسر رو رسون به یه شیواش دوباره برگشت گفت فقط من اومده بودم که میسوای بدرقه کردن رو با تو انجام بدم عشان کمک اون کنه که بتونیم این میسوایی که چقدر آسون هست و چقدر زخود پشتش هست و هر میسوای دیگر رو از دست ندیم و بتونیم بیشتر و بیشتر اون سبد خودمون رو پر از میسوا به محسیم تو میکنیم بارو خدنا لولان بین